alam mo. Voice. Oh. Nazarene ro. Okay. سلام، چطورین؟ صبح خیر. امروز دیگه در واقع روز اصلیه که ما اینجاییم، در لاگونا بیچ قشنگ به سر میبریم. و نگم براتون که این صدای خیلی دلانگیز دریا تا صبح با ما چه کرد. این همه شعر و موسیقی در مورد صدای دریا و خوابیدن در کنارش گفتن اصلا اینجوری نبود. اصلا حالت رمانتیک نداشت. خیلی صدای موج شدیده وقتی زیاد نزدیک دریا میشه. فکر کنم بیشتر ما رو دریاهای آروم و ایناست، ولی کلا خیلی تا صبح نداشت. ما البته من از این پلاگان کردم، پلاگ کردم تو گوشم، تونستم یه جورایی بخوابم. بالشم که معمولا من میدونی ساندویچی میذارم رو سرم. الان نام صدف تو. آره نه، من خوابیدم راستش. منم اونو که کردم تو گوشم. بعدم انقدر خسته بودیم، فکر کنم ما دیروز مثلا ساعت 9 اینا راه افتادیم، دیگه وقتی رسیدیم هتل ساعت 6 بعد از ظهر بود. بعدم فقط وسایلمون رو گذاشتیم بدو حموم حاضر، رفتیم دوباره بیرون تا مثلا ساعت فکر کنم 10 و نیم اینا بیرون بودیم. برای همین خسته بودیم، خیلی دیگه خوابیدیم دیگه. خلاصه امروز ما کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ اینه که بریم چیز. آها، یه چیز دیگه میخواستم بگم اینه که هیچ وقت آقا آدم انقدرم واقعا نزدیک به دریا نیست. حالا من مثلا پامو دراز کنم میتونم پامو کنم تو آب، مثلا همین انقدر صداش زیاده، یه ذره فاصله بیشتر باشه خب بهتره. ولی امروز برنامه ما اینه که یه چیزی بگم. نبات آورده با قهوه. نبات همینایی که ما میخوریم با زعفرون. زعفرون چه نداره. امروز میخوایم بریم یه چند تا استیکسل. من دیگه احتمالا در جریان هستم که علاقه وافر و شدیدی پیدا کردم به اینکه برم استیکسل و گاراژ سل و اینا که خونه های مختلف میذارم. بعد یه دونه از بچه یوتیوب من گفت یه دونه اپ هست به اسم استیکسل که اونو بگیری اونجا میزنه که اگه مثلا جایی که هستی استیکسل کسی داره. و من اونو دانلود کردم. طرفای خودمون خیلی خبری نیست، چون معمولا وقتی که یه کمپانی میاد کارو دست میگیره و چیزا رو میذاره واسه فروش، مثلا میاد کمک اون صابخونه کنه، میذارن تو اون اپا، شخصی باشه نمیذارن. طرف خودمون خیلی، ولی اینجا نگاه کردم ببین انقدر زیاد بود، انقدر زیاد بود که اصلا نمیدونی. حالا خلاصه اول میخوایم بریم دو تا که اینجا نزدیکه، بعد بریم سراغ کابینت. علی خیلی خوشحاله که میخوام بریم استیکسل. خیلی دوست دارم. اصلا انقدر دوست دارم من چطور اومدم اینجا یه روزه برای اینکه بریم ببینیم چیزای خیلی قدیمی و چیکسته پیکسته و چون میدونی چون شخصیت داره، کاراکتر داره، هر چیزیش شخصیت داره. درسا چون خوب یاد گرفت. قسمت هم ببین الان احساسی که من دارم به استکساری بود. فندق بیچاره سرش کلا رفت، چون به خاطر فندق ما مجبور شدیم بیرون بشینیم، با اینکه گفتن چون قراره بارون بیاد ما بیرون رو بستیم، ولی حالا چون شما این سگ دارین بیرون بشینیم. تا نشستیم یه ذره بارون گرفت، برای همین علی میره فندق بذاره توی اتاق، ما بریم غذا بخوریم بریم ورش داریم. یه بخشیدا قربونت برم. من یعنی امکان نداشت من با اون لباس بتونم زنده بمونم، امکان نه. با اینکه لیننم بودا، ولی وای داشتم اصلا فکر میکردم الانه که مثلا بپزم زنده زنده. رفتم لباسمو عوض کردم، لباس راحت پوشیدم و خنک. الان ما داریم میریم به سمت اولین استیتسل که توی همین لاگونا بیچه. 4 دقیقه فاصله داره. ببین حالا در مورد لینن چه گفت، لینن هم مثل که جنس های مختلف داری، یعنی فشردگی اون شبکه لینن هم خیلی مهمه جان. فشردگی اون شبکه لینن من بعضی از لباسام آره لیننه، ولی خیلی گرمه، ولی خب اینا خیلی خنکه دیگه. خب اونایی که یه ذره مثلا این نازکه چی میفته رو تن و خیلی مثلا اینطوریه. اونایی که خورده استخوندارتره به قول معروف، مثلا یه خورده قیافش خب شکیلتره، ولی به درد گرما نمیخوره. اومدیم اولیش اینجا خیلی چیزش قدیمی معلومه اصلا از این مجسمه ها دوست دارم، ولی حالا چی افتاد به من؟ یه چیزی باره یا خدا اینجا هیچ چیز میز میافته همجوری خود جوش. Thank you.
عکسای خانوادگیشون هم گذاشتن بفروشن دوستان عزیز. من فکر کنم همه نوکر باشه. راستش رو بخواین اینجا خیلی چیزی نداشت. چیزاش خیلی قدیمی بود و درب و داغون. چیز مثلا خوشگلم داشت ولی درب و داغون همه بشقاباش لب‌پر. میدونی یه مشکلی که اینجا وجود داره چیه؟ به دلیل لوکیشن نصف چیزاش زنگ زده بود. خب شاید کاراکترش اینجوریه. شخصیت زنگ زده. نه ولی واقعا اینم خوبه آدم ببین اینجا به خاطر اینکه هوا خیلی شرجی خب دم آب دیگه باید حواست باشه چیزه. حالا البته بشقاب و مثلا اینا که حالا مهم نیست ولی چیزاش همه مثلا لب‌پر چوبی که زنگ نمیزنه. تو دنبال میزای چوبی آنتیک بودی تا جایی که خب این که هیچ نداشت. حالا باید بریم اون یکی. خب اینو صندوق بعد بریم رو زمین بچه‌ها برو بای الان میپره بالا جیجه جان. نه نمیپره میشینه بچه خوبیه. آفرین بریم ببین این یکی جا که اومدیم فکر کنم حتما صاحبش ورزشکار بوده اینقدر چیز میز گرفته. ولی اینا هر کدوم ماده یه ورزش هست میکنم اینش که خبر نیست. برای علی بخرم بخرم سورپرایزش کنم. بسر من چقدر یه دفعه رفتم تو اینستاگرام گذاشتم از این فنجون ها خریدم. از اون به بعد هر استیت کجا دارم میرم هر استیت سیلی که میرم فنجون ها نردگی خوشگل تر از اون اونهی میبینم که گرفتم. جوگیر شدم یه دفعه هر چی اونو داشتم خریدم گرون تر هم از اینو میدار. اشتباه کردم فکر کنم جز اولی دومی استیکسلی بود که میرفتم. فکر کردم دیگه تمام دیگه همینه که هست. خب بریم بالا ببینیم بالا. او این آینه خوشگله ها به خدا خوشگله. کاش بیزی نبود فقط. باید فکر کنم ببینم چی میتونم یعنی برای کجا چون من آینه میخوام ولی نمیدونم الان ذهنم نیست که برای کجا. وای این درختش چقدر خوشگله. متاسفانه اینم موفقیت آمیز نبود. فندق دوست عزیز من اگه تو رو میذارم رو زمین به خاطر اینکه شلوارم کسی نمیشه بعد تو اون پاها با اون پاها میای رو صندلی. آخ چی شد؟ موفقیت آمیز نبود. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیت بودن. نه اتفاقا فنجونای خیلی بامزه ای داشت. خب میگرفتی؟ نه دیگه من گرفتم. اونجوری نبود که بگم جهنم بذار اینو بگیرم. میدونی چی میگم؟ خوشگل تر از اون بعضی از اونایی بود که گرفتم آردی ولی بریم بعدی. این یکیو توی خونه هست کلی هم چیز اینجا تو گاراژش گذاشته. سیدی چقدر سیدی داره. چرخ خیاطی قدیمی. وای خب سوپ خوری نمیخوام مثلا برای علی سوپ درست کنم. این هم یه سری فنجون خوشگل داره. اوه ننه جان اینقدر این صندلی خوشگله. حیف که دیگه من واقعا خونه رو نمیخوام در این حد همه چیش رو اینطوری چیزی کنم ولی به تنهایی خیلی خوشگله. همینطور این
اون اپلیکیشنه که اینا رو پست میکنه هر جا استیتل داره، من قبلا نگاه کردم برای همین میدونستم کجاها بیام. این مخصوصا یه چند تا بشقاب داشت حالت پیش دستی که من اصلا برای اونها اومدم، فکر میکنم فروختنشون. بعد اکثر رو به خانمه نشون بدم. اومدی تو نیستون بشقابا، بعد اکثر به خانمه نشون بدم ببینم هست یا نه. بعد این بشقاب آخه جریان هم داره، الان بریم تو ماشین براتون تعریف میکنم ولی نمیبینمش. همه راه اومدیم دیروز، اگه زود راه افتاده بودیم میرسیدیم. میخواستم اینو بیام که اون بشقابا رو بگیرم. اودو چقدر بامزه است، انگار اومدی تو فیلم یا کارتون. میرو تختیشو، اون دوتا تخت بوده چسبوندن به هم. وای این چقدر خوشگله. یه اتاق داره انقدر چیزاش خوشگله، ولی خب مال همون لوییه، نمیدونم چندم که تو خیلی ارادت داری بهش. خب بگیر. نه بابا من اوکی هم. نه من اینا رو خیلی دوست دارم ولی خب از دور شخصیت دارم، ولی اون شخصیتی که شخصیت بالایی که صدف چون اون بازش. ببین تو مایه های اون صندلی از چیزای بالا صدف آقا با اینا حرف میزن. خانومه گفت بشقابا رو فروختن. آخه اوکی. یه مثلا یکی دو هفته پیش من رفته بودم، حالا تو اینستاگرام استوریاشو گذاشتم، رفته بودم یه آنتیک فروشی که اونجا نزدیک خودمونه، بعد اینو خریدم. خب یه دونه بشقاب. بعد دوباره دو سه روز بعدش با سارا رفتیم همون منطقه که مثلا چند تا، چون روزی که خودم تنهایی رفته بودم یه سری مغازاش بسته بود. بعد دوباره که با سارا رفتیم و یکی باز بود و رفتیم دیدیم یه دونه از مغازه ها شکل همون بشقابه که من مثلا بزرگترشو خریده بودم یه سایز یکی دو سایز کوچیکترشو داشت، بعد مثلا نقش توش هم یه ذره فرق داشت ولی همون برند بود و همون مدل و این حرفا. بعد این بشقاب کوچیک‌ترن و داشت گرون‌تر از اون یکی که من مثلا بزرگترم بود خریده بودم میداد. تازه مال من که گرفتم می‌بینی نقشاش هم خیلی مثلا بیشتر بود اینا. بعد به آقای گفتم که ببخشید من از مغازه بغلیتون مثلا دو سه روز پیش این بشقاب رو گرفتم ارزون‌تر، اینو شما داری گرون‌تر میدی و اینا. بعد آقای گفتش که بذار زنگ بزنم به صاحبش ببینم که، چون اینا رو مثلا آدما میارن میذارن برای فروش دیگه، گفت ببینم اگه همون قیمت میده. یه زنگ زد و اون صاحبه گفتش که نه همینه قیمتش. منم گفتم نداره بده. گفتم آخه اینا که دوباره گیر نمیاد که. گرفتم، آقای بشقاب رو گذاشت اونجا، از من کارتمو گرفت، کارتمو کشید، کارتمو پس داد، اومد رسید و اینجوری پاره کنه بده، دستش خورد به یه چیزی افتاد رو بشقاب، بشقاب نصف شد. یو پلیشن وای نمیدونم، همون یه دونه هم داشتن و من دلم سوخت و بشقاب به این شکل تبدیل شد. بعد که من داشتم تو این اپلیکیشن نگاه می‌کردم یهو دیدم این خونه هی مثلا کلی از اون چند تا از اون بشقاب داره، قشنگ مثلا ستشو داره، میتونی به عنوان پیش دستی بذاری اون دیگه. حالا الان اومدیم که نداشت متاسفانه، هیچ گیرمون نیومد. الان قصه می‌خوری؟ آره یکم بالاخره. مثلا اون خونه‌ای که نشد قصه خوردی نه یکم کمتر. هنوز امید دارم که اینو، آخه من اینو دیروز بهت نشون دادم، ستشو پیدا کردم تو فرست دیبز، یه سته نمیدونم 6 تایی یا 8 تایی این بشقاب پیش دستیاشو میداد $1,500 یا یه دونهشو میداد 1500، یه دونهشو میداد 1500. یه تره دیروز بهت نشون دادم، نشون دادی ولی نمیدونم نخوندم اصلا قیمت مثلا عجیب غریب دیگه. گفتم بابا برو بابا. خلاصه ما افتادیم تو کار پیدا کردن شخصیت در لوازم خونه و بشقاب و هنر. بکیم خیلی اینو 10 بار گفته از اول بلاگا، یه چیز دیگه بگم بومیم من نه توی این فاز. خلاصه حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه، ولی اگرم نشد عیب نداره. نه آره بابا قصه نخور. اونی که دست اون آقاه بود که شکست گفتش که این مال جنگ جهانی دوم بوده. ببین اینجا چه باحاله، ما که میخوام بریم این تو که برای کابینت همونه، ولی نگاه کن اینجا اصلا دیزاین سنتر اسمش، یعنی کلی مغازه دیگه هم داره. اینا رو بعد نگاه کنیم ولی خب کابینت های ما جی. حالا اینجا کاستم چیز واسه کمدم درست میکنن،
پروژه بعدی کمد اتاق و این حرف هست. اینجا دیگه ما چون خیلی آشنایی باهاشون فرزان هم میدونیدش کرده بخون برای خود اینجا بگرده کیف کرده کیف الان ما این نیم ساعتی اینجا داریم میچرخیم این اینجا نمیدونی با همش باشه. آها اینجا اولین شعبه اون دوتایی که حالا بخونم ببینیم اینجا یه سری مثلا کابینت رو رنگ و آپشن اینا دارن بعد اون یکی که بعد از اینجا بریم هم هست اونو همین طرف خیلی مثلا چی میگن فیچرهای باحالی داره که همه جا نمیدونم مثلا یه این بود علی با شما نه نه اینم اصلا این بود اینم بود آره برو آره بدی مثلا مختلف فرق کنید بعد یه چیز دیگه اینه که یعنی توی چیزاش نور داره خیلی همش خیلی نور داره اینه تو عاشقش میشی. ولی میخوام که اون چیزی که توی آیلنده دیگه دست اونجا نشه بشه انگار که مثلا یه تیک چوبه حالا آماده شه میبینیم چه شکلی میشه ولی این حالا فعلا میده نه گفتیم بیاین اینا رو از جلو ببینیم که چه شکلی دیزاینمون خب الان تقریبا تمومه ولی اینکه چه مثلا چه رنگی باشه چه چیزی میشه اینا اونو دیگه امروز انتخاب میکنیم اوردر کابینت ها رو میدیم و به امید خدا اوردر چیز هم باید بدیم یا بریم این مغازه ببینیم الان مغازه‌ای که آهان برای راست میگه برای دیگه آون و فلان همه چیز فر و گاز و یخچال و فلان و اینا. آقا ما فندق رو گذاشتیم تو مغازه‌ای که اومدیم برای کابینت که این اپلاینس و این وسایل اینا رو ببین بعد ببین همین جوری وایساده پشت در ما فکر نمی‌کردیم اینجوری رو تو داره دغدغ کنه. البته اینم در جریان باشین که آشنایی ما با آره آشنایی که یعنی همینجوری جای غریبه ولش نکردیم دیگه نبریم فندقو دیگه حالا که ما ولی همینجوری پشت در بود عزیزی چی شد اینه که تو همین شاپینگ سنتری که مغازه کابینت توشه یه مغازه دیگه هست که این مثلا گاز و فر و این چیزایی که ما میخوایم بگیریم هم داره برای همین منو حالا کابینت ما دقیقاً این نیست ولی رنگش اینه گفتم اینو بردارم بیارم اینجا بذارم کنار یا نورش میشه. آره ولی جالب میشه چون یه جای دیگه ما دیده بودیم مثلا یه کابینتی که دیده بودیم به نظر آف وایت بود ولی وقتی گذاشتیم کنار این خیلی زردی انگار توش داشت اصلا خوب نشد ولی الان این به نظر من میاد من نمیتونم تصور کنم یعنی باید با فوتوشاپ و اینا درست کنم تا ببینم یعنی تصور کنم دورش سفید باشه دیگه یعنی سفیدی باشه که زردی نداره که بیریخشه یعنی رنگش چقدر وفادار فندق تکون نخورد از اینجا این بدبخت این سفر گفت یعنی دهن من رو با صاف کرد رسیدیم به پرستیج که اون یکی شعبه مغازه که الان بودیم ببین یک بارونی داره میاد و هوا گرمه بعد دم منم موامو درست کردم که بعد از اینجا برگردیم بریم هتل عکس بگیرم دوباره فکر کنم چیز میشه جی 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 جی
پول نوشته پول باز من فشار میدم. سلام سلام حالتون چطوره؟ چطوری؟ خب اومدیم این یکی شعبه. جریان میدونی چیه؟ اینه که یه دونه وارد کننده است که از ایتالیا دو تا برند کابینت ایتالیایی وارد آمریکا میکنه. یکیش اونه که الان بودیم که اون شعبه فقط اون برندو دارن. یه شعبه دیگه داره که اینجاست که اسمش شعبهش هست پرستیج. یه برند دیگه دارن که حالا کاراشون هم اینجا هست. من چون از اول که مثلا میخواستم یکی از این چیزا رو بگیرم از رو عکس و اینا انتخاب کرده بودم، حالا شانسی از این برند بود اون چیزایی که من تو عکس دیده بودم که حالا الان بهتون نشون میدم. این چیزی بود که واسه در کابینتای بالا انتخاب کردم. اینم که میره دور آیلند و کابینتای پشت پایین. حالا که این زن اومدم اینجا، خب بالاخره آپشنای دیگرشون هم دیدم و اینا، یکی دو تا چیز دیگه هم نظرم رو جلب کرد. حالا من که اصلا خب خیلی من بیشتر حالت اونجوری مدرن دوست ندارم، یعنی مثلا دوست دارم یه قیری داشته باشه کابینت، مثلا یه ذره اینطوری میبینی حالت بینو میگن شیکر، یه پستی بلندی داره، این یکی مثلا یه ذره تو رفتگی داره و اینا مثلا اینطوری داشته باشه. ولی حالا که این چوبش صافه دارم فکر میکنم اگر اینطوری بذاریم نیاد اینا به هم یه وقت، برای همین مثلا اگر کابینت سفیدار هم صاف انتخاب کنیم مثلا باحال‌تر بشه. حالی ببین مثلا همچین چیزی میشه، تو فرض کن این دستشه، خب این هم طبقه پایینه، خیلی یه دست میشه، ولی اینجوری پشتی دستتی مثل بیمارستان نمیشه؟ نمیدونم، اگه رندر کنن توی سافرشون شاید بهتر باشه، چون این کار میکنن دیگه. آره خوبیش اینه که مثلا دیزاینو که همینجوری که داریم میکنیم اصلا اون کابینت رو دادن. آره اون مال ما، ولی رندر دادن که مثلا ویدیوه که ببینیم مثلا چه شکلی و اینا. برای همین حالا میتونیم آره بگیم با اینم یه دونه درست کنن با این صافا، ببینیم اون چه شکلی در میاد، بعد اونجوری تصمیم بگیریم. خلاصه که اینجوریه آقا، دیگه ناپلونی رو بیارین، یعنی واقعا باورم نمیشه که این آشپزخونه بالاخره دیزاینش تکمیل شد، همه متریالش انتخاب شد، اینم چوبشه که من با خودم آوردم به خاطر اینکه حالا میخوام اینو بگیرم دستم برم دنبال چوب کف و نمیدونم رنگ دیوار و از اینجور چیزا، ولی خیلی این مهم بود. بعد هی دیدین دیگه چقدر ما هی فیستایم تلفن، هی اینو عوض کن اونو بکن، یه ذره اینجا چقدر اذیت من کردم، ولی دیگه تمام دیگه. حالا تا اینو دیگه اوردرش چیزش بیاد و شروع کنیم. و حالا الان ما داریم کجا میریم شما بگو؟ ما داریم میریم به سمت هتل، اگه خدا بخواد این فندق یه غذایی بخوره. اینم میگه آقا ما رو آوردین سفر نه، ولی فندقم خیلی کیف کرد، مثلا امروز زهر اصلا حسابی کیف کرد، چون تو هر دو تا مغازه دیگه آزاد بود برای خودش، با همه بازی میکرد و میگشت اینا. رو ما الان باید بریم هتل، حیف ولی نور رو از دست دادیم. من امشب باید عکس، یعنی امروز میخواستم عکس بگیرم تا نور بود با دریا و اینا. یا خدا، خب من اینجا رو نمیتونم، فکر میکنم باید از جای دیگه ای برم، ولی من اون عکس رو باید بگیرم. بارونم داره میاد، نمیدونم چه جوری میشه دیگه. ما دیگه رسیدیم، از خستگی بلو شدیم، چون امروز هم ما از صبح رفتیم بیرون دیگه تا دیگه دیر. اینجا رو شما نگاه کن، میوه هایی هم که واسه تو راه آورده بودیم، ببین اینجا به درد خورد. بارون رو داریم و موج دریا که واقعا میزنه به اینجا، آبش به من هم میپاشه. شما دیگه خودت تصور کن که چقدر ما تو حلق آبیم، یا آب تو حلق ماه، نمیدونم.